آتشکده آذرگشسب. آتشکده آذرگشسب دژی باستانی است که در سرزمین خاک افشار آذربایجان خورورانی یا همان غربی، در اباختر خراسانی یا شمال شرقی شهرستان تکاب جای دارد. این دژ بر روی تپه‌ای که از زمین‌های پیرامون آن حدود 20 متر بلندتر از ساخته شده و زمینی به بزرگی 124 هزار متر چهارگوش را در بر گرفته است. بر فراز تپه و درون دیوار گرد پیرامونی دژ، دریاچه‌ای زیبا که آب آن از جرفای زمین می جوشد به چشم می خورد. از این دریاچه در سده چهارم زائینی نام برده شده است. در افسانه دست نویس که در کلیسای واتوپدی نگهداری می شود، ابو دولوف از آذرگشسب چنین نوشته است: گرد شهر شیز دیواری است و در میان شهر دریاچه‌ای جای دارد که انسان نمیتواند به ژرفای آن دست یابد و آنجا آتشکده‌ای نیز هست و آتش آن آتشکده‌های زرتشتی را از خورایان یا شرق تا خورواران یا غرب روشن می‌کند. در بالای گنبد آن هلال ماهی از سیم یا نقره دارد که تلسم آتشکده است. سازه‌های تاریخی و فرهنگی آتشکده آذرگشسب با دیواری سنگی و بیضی مانند در بر گرفته شده است. بخش بزرگی از دیوار در اثر گذشت زمان و فرسایش و نوسازی نکردن فرو ریخته است. جانپناه‌های سنگی که به زیبایی تراش خورده و شکل گرفتند بر فراز دیوار پیرامونی جان سربازان و پاسداران آتشکده را پاس می داشتند. دیوار پیرامونی دارای دو دروازه است. دروازه اباختری یا شمالی و دروازه نیمروز خراسانی یا جنوب شرقی. آرکا و دیوارهای دروازه نیمروز خراسانی یا جنوب شرقی بیشتر نگاه داشته شدند. بر روی سنگچین فراز آرک نگاره‌ای کندکاری شده که همانند شماری از درهای ورودی آتشکده و اتاق چلیپا است. در سوی چپ دروازه نیمروز خراسانی یا جنوب شرقی، دروازه نیمروزی یا جنوبی دیوار پیرامونی جای دارد که باروهای آن با اندکی نوسازی هنوز پابرجاست. جوی آبی که از دریاچه سرچشمه می‌گیرد
از زیر آستانه این دروازه به بیرون رانده شده است. آتشکده آذرگوشسب بی تردید یکی از بزرگترین مراکز مذهبی در ایران باستان و در جهان باستان بوده. اما پیش از اون که ما بخواهیم درباره آتشکده آذرگوشسب سخن بگوییم، باید به مفهوم کلی آتشکده نگاهی و نظری بیندازیم و از برخی از اشتباهات رایج در این زمینه جلوگیری بکنیم. آتشکده چیست؟ مفهوم آن چیست؟ چه جایی بوده است؟ چه مکانی بوده است آتشکده؟ آتشکده یک سنت بسیار دیرینه هند اروپایی بوده است. این مکان نگهداری آتش یا جایگاه آتش نه تنها در میان مردمان هند و ایرانی، ایرانیان و هندیان باستان بوده است، که در میان برخی از مردمان اروپایی که دارای خیشاوندی بودند با این مردمان نیز به چشم می‌خورده است. جایگاه نگهداری آتش به ویژه در دین میترایی جهان باستان، نه در دین میترایی نوینی که در دوران امپراتوری روم پیدا شد، در دوران در واقع کهن آریایی، در دین میترایی کهن آریایی در آن دوران جایگاه ویژه‌ای داشته است آتشگاه. آتشگاه ها یکی از در واقع مکانهای جایگاه‌های پرستش میترا بودند. از این رو گنبدهایی به گونه گنبدهای کروی شکل داشتند که این گنبدهای کروی شکل در واقع نشانی از گنبد آسمان بودند. در بخش‌هایی از مهرازی یا معماری ساسانی، آثاری از سبک مهرازی اشکانی دیده می شود. گمان می رود نخستین آپادانا در زمان اشکانیان در کنار دریاچه ساخته شده و سپس به شوند یا دلیل پرآوازه شدن دریاچه سازه ها و ساختمان های دیگر به آن افزوده شده است. در افسانه ایرانی در شاهنامه فردوسی چنین آمده است که کیخسرو هنگام گشودن بهمندج در نیم روز با تیرگی شبانه که دیوان با جادوی خود پدید آورده بودند روبرو شد. آنگاه آتش روی یال اسب وی فرود آمد و جهان را دیگر بار روشن کرد. کیخسرو پس از پیروزی و گشودن بهمندج به پاس این یاوری اهورایی آتش فرود آمده را آنجا بنشاند و آن آتش جایگاه به نام آتش اسب نر، آذرگشنسب یا آذرگشسب نامیده شد. همه شکوه و بزرگی این سازه های گرد آمده در گرو آتشکده آذرگشنسب یا آذرگشسب در دل آن است. در درون آتشکده مهراب یا جایگاه مهر جای دارد. راهروهای ویژه جشن‌های دینی و آیینی گرداگرد آتشکده را فرا گرفته که جایگاه باشندگی یا بودن رهروان و پیروان دین زردشتی است. در اینجا باید باز یک اشاره‌ای بکنم به برخی اشتباه رایج و در واقع اشتباهی که بدطینتان و بدسرشتان و دشمنان ایران باستان می‌کنند و به عمد می‌گویند که اینها آتش پرست بودند. ببینید، آتش پرستی، اول باید یک نگاهی ما به واژه پرست بیاندازیم. پرست از ریشه پریستار می آید و پریستاری به مفهوم نگاهداری است. از همین واژه ما در زبان دری امروزه واژه پرستار رو داریم به عنوان فردی که نگهبانی و پرستاری می کند. بنابراین آتش پرست به معنی نگاهبان و نگهدار آتش است، نه به مفهوم عبادت کننده آتش، نه به آن مفهومی که امروزه به کار می رود. برای اینکه در دین در ایران باستان اصلا مفهوم عبادت مفهوم دیگری بوده است و از عبد و بندگی نمی آمده است.
عبادت کسی که نیایش میکرده است اهورامزدارا خودش را خیشکار خداوند میدانسته است، خودش را خدایار میدانسته است، خودش را کسی میدانست که خیشکاری نیکویی در این جهان داشته است. در زمان انوشیروان و خسرو پرویز این آتشکده بسیار آباد بوده است و نظر ویژه‌ای برای گسترش هرچه بیشتر این آتشکده بوده است. در کنار آتشکده اتاق چلیپا دیده می شود. فرم چلیپا از ویژگی‌های مهرازی یا معماری دوره ساسانی است. فضایی که در چهار گوشه آن چهار اتاق کوچک به چشم می خورد با تاق‌های هلالی گنبدی. شایان نگرش است که این فرم مهرازی یا معماری آتشکده ها سپستر الگویی برای ساختن همه مسجدهای جهان شد و همچنین از این روش برای ساختن کلیساها نیز کاربری فراوانی شده است. بسیار در خور نگرش است که دینهای دیگر بدون دریافت مانا یا معنای نمادین این مهرازی ایرانی دست به تقلیدی کورکورانه زده اند. گنبدهای مسجدها و کلیساها که امروزه یکی پس از دیگری سر به آسمان می کشند خود نیز نمی دانند که گنبدشان نشان از شعله آتش در آتشکده ها دارد و نمادی از دین زرتشتی است. گویند فرم چلیپا نیز نشان از چهار عنصر مقدس آب، آتش، باد و خاک است. در کنار آتشکده فضاهای ویژه‌ای برای زندگی و اقامت مهمانان قرار دارد. مکان نگهداری آتش جاویدان در گوشه خراسانی یا شرقی آتشکده قرار دارد و آتش آن هموار روشن بوده است و تمامی آتشکده های ایران زمین را با آتش آن می افروختند. در اباختر یا شمال دریاچه با ایوانی روبرو می شویم که جایگاه تاجگذاری شاهان ساسانی است. پادشاهان ساسانی پس از برگزاری مراسم تاجگذاری به زیارت آتشکده آذرگشس می آمدند و سپس بر تخت می نشستند و تاج شاهی بر سر می نهادند. آتشکده آذرگشسپ که موضوع بحث ما در واقع هست، یکی از بزرگترین آتشکده های ایران باستان بوده است و یکی از آتشکده های سگانه ایران باستان بوده است. اما دو آتشکده دیگر نیز وجود داشتند به نام آتشکده آذرفرنبغ و آذربرزین مهر. آتشکده آذرگشسپ، هر کدام از این آتشکده های سگانه سمبول یکی از طبقات و به افتخار یکی از طبقاتی که در جامعه ایران باستان وجود داشتند بنا شده بود. ما طبقه شاهان و سپاهیان رو داریم که آتشکده آذرگشسپ در سرزمین آتورپاتکان، یعنی سرزمین شاهان و سپاهیان ایران باستان ساخته شد. این آتشکده آذرگشسپ در واقع پیشکش شده بود به شاهان و سپاهیان. آتشکده دوم، آتشکده آذرفرنبغ که در کاریان پارس بود و ویژه موبدان زرتشتی، نه مغان میترایی، ویژه موبدان زرتشتی بود و این طبقه از جامعه ایران باستان، و آتشکده آذربرزین مهر در خراسان که ویژه دهقانان و در واقع کشاورزان بود. اما آتشکده آذرگشسپ مهمترین آتشکده بود برای اینکه در آنجا قدرت سیاسی جابجا میشد و پادشاهان ساسانی در آنجا تاجگذاری میکردند، میهمانان خارجی رو به حضور میپذیرفتند. بناها و مهمانسراهایی که در اطراف این آتشکده ساخته شده تا به امروز در آنجا باقی مانده.
آتشکده آذرگشسب در این سرزمین ساخته شد و این سنت در واقع حتی در دوران پس از ساسانی و در دوران اسلامی نیز باقی ماند، چنان که نادرشاه افشار که در واقع از تیره افشار، از تیره کرمانجی افشار بود و افشار هم از ریشه آوشار به معنی آبشار است در زبان کردی و از تیره کرمانجی افشار بود و در تکاب افشار در آنجا زندگی میکرد که تا به امروز نیز زندگی میکنند این طایفه در آنجا، این تیره در آنجا برست و همین سنت پیشین بود که 20,000 نفر از طبقات مختلف جامعه ایران رو در زمان خودش از سپاهیان، از مقامات مذهبی، دهقانان، کشاورزان، کدخدایان در مغان جمع کرد در سرزمین آتورپاتکان تا برای نخستین بار به روش اشکانی مجلس مهستان تشکیل دهد و برای نخستین بار خودش را کاندید بکند به عنوان پادشاه و به وسیله مردم ایران یا انجمن مؤسسان اون موقع یا در واقع انجمن مهستان یا بزرگان ایران زمین به پادشاهی انتخاب شد. این سنت ها در سرزمین آتورپاتکان که به غلط آذربایجان خوانده می شود تا به امروز باقی مانده است. ایوان نیمروزی یا جنوبی در اباختر یا شمال دریاچه با همان ویژگی‌های مهرازی یا معماری ساسانی ساخته شده است. پایه دیوارها از سنگ و بخش‌های بالایی از آجر سرخ ساسانی چیده شده است. در بخش روبروی در ورودی راهرو به درازای نزدیک به 2 متر و سقف کوتاه کمانه‌ای ایوان را به پاگرد بیرونی می پیونداند. ایوان اباختری یا شمالی فرم و ویژگی های ایوان نیمروزی یا جنوبی را دارد. طاق سردر آجرچینی زیبایی دارد که بر پایه های سنگی بازه اصلی شناخته می شد و هنگام راهپیمایی گروهی برای برگزاری جشن‌های دینی و آیینی به کار می رفته است. این دروازه در تمامی اندازه‌هایش از دروازه نیمروز خراسانی یا جنوب شرقی زمان ساسانیان بزرگتر است. روی دروازه
با میان آتشکده آذرگشسب برخورد می کند. دهلیز که برای نگاهبانی از جایگاه‌های مقدس آتشکده ساخته شده، دارای زاویه 90 درجه و دو بازوست. یک بازوی آن به سوی نیمروز و ایوان اباختری کشیده شده و بازوی دیگر آن به سوی خراسان گسترش یافته است. سقف دهلیز کمانه‌ای و آجرچین است و درهای باطاق کمانه‌ای هم نور را به درون می‌افشانند و هم درون و برون شدن را در بازه‌های ویژه‌ای انجام پذیر می‌کنند. اما سپستر در دوران ساسانیان این باورهای گذشته با باورهای نوین در هم آمیخت و آنجا تبدیل شد به یک آتشکده زرتشتی. درباره تأثیرات این آتشکده در فرهنگ ایران پس از اسلام و در کشورهای اسلامی بسیار گفته شده است. یکیش همان معماری بود که گفتم، معماری و گنبدی که در این در واقع آتشکده وجود داشت، بعدها تبدیل به یک سمبول شد برای مکانهای مقدس مسلمانان یا مسجدها. دوم، تلسم این آتشکده یک هلال ماه بود که حالا یا هلال یا کمان ماه میگویند. برخی هم بر این باورند که این حلقه است، یا این در واقع حلقه است از حلقه های کیوان یا زحل، به خاطر اینکه کیوان خداوند زمان بوده است و در دین میترائی و در باورهای ایران کهن سپنتایی بوده. از این رو این نیم دایره یا این حلقه در بالای آتشکده آذرگشسب بوده است. این همان هلال ماهی شده است که امروزه در تمام مسجدهای اسلامی به ویژه در اهل سنت این رو شما میبینید و سمبل اسلام شده است اصلا هلال ماه. خود لفظ محرابه لفظ عربی نیست، از در واقع محرابه و خرابه، اینها جاهای میترا و خورشید بودند و از دین میترایی کهن‌تر از در واقع دین زرتشتی است برمی آیند که امروزه باز در دینهای اسلامی میبینیم یه بخشی از مسجد رو محراب میگن. نکته دیگه ای که هست، لباس احرام هست. مسلمانان موقعی که مراسم حج میرن در کعبه و در اطراف کعبه طواف میکنن در منطقه مسجد الحرام و لباسی که میپوشن لباس سفید رنگی است. این لباس سفید رنگ در واقع لباس موبدان زرتشتی و لباس زائران زرتشتی بوده است که هنگامی که وارد آتشکده میشدن دور آتش یا آتشگاه حلقه میزدند، همان گونه که امروزه در کعبه این کار رو میکنند مسلمانان، با لباس سفید و دور آن نیایش میکردند به همین گونه حلقه گونه. و این در واقع این سنت هایی است بسیار کهن و این در واقع برمیگردد به دوران در واقع میترایی. اما درباره آتشکده آذرگشسب باید بگیم که پس از حمله ددمنشانه عرب تا سال 925 میلادی این آتشکده همچنان وجود داشته است و تاریخ‌دانان درباره این نوشتن، این حدود 300 سال پس از حمله عرب و حمله، چون بیشتر مردم زرتشتی بودند. اما دیگر حمله مغول را دوام نیاورد و حمله به مراتب وحشی‌تری انجام شد که در واقع اون این آتشکده رو متاسفانه از بیخ و بن برکند و مغول‌ها اونجا رو تبدیل به شکارگاه کردن، این منطقه سپندهایی و مقدس رو که هنوز نیز متاسفانه در آثاری که اونها دست بردن و اضافه کردن و تخریب کردن در اونجا هست، تحت عنوان مجموعه تخت سلیمان. هنوز تخت سلیمان وجود دارد. سازه کاخ شکار، اتاقهای 8 گوشی و 12 گوشی نیز که اکنون در مجموعه آتشکده آذرگشسب به چشم می‌خورد و بازمانده های سقف های گنبدی شکل و دیوارهای کاشیکاری شده ی آنها که تا حدودی به جای مانده است، متاسفانه در زمان اشغال این آتشکده سپنتایی به دست مغولان و عربها
افزوده شده و حریم این جایگاه سپنتایی را خدشه‌دار کرده است. آن دینی که ما در دوران ساسانی داشتیم، این دین مخلوطی بوده است، از آمیخته‌ای بوده است از دین میترائیسم و دین زرتشتی، و در اون مورخان گفتند، تاریخ نگاران گفتند که ما در آتشکده آذرگوشسب در واقع تندیس‌ها و مجسمه‌هایی از سیارات و ستاره‌های کیهانی داشتیم که اینها مقدس بودند در دین میترائی، مثل کیوان، مثل خورشید و مثل ماه. سیاره کیوان در ایران باستان نشانی بوده است از زروان هیکرنهه یا زمان بیکرانه یا خداوند زمان، معادل آن در یونانی کرونوس و در واقع لاتین ساتورن هست، یا همون ساترن هست، که در واقع این یک خداوند بزرگی بوده است، الهه بزرگی بوده است و سمبل زمان بوده است. پس از آن ما خورشید رو داشتیم که نشان دهنده نیروهای خیر و نیک، و ماه رو داشتیم که نشان دهنده نیروهای بد بوده است. نیروهای نیک و بد دائم در حال نبرد با هم بودند، هم در دین میترائی هم در دین زرتشتی. سمبل نیروهای نیک رو معمولاً در معماری‌ها و تزیینات آتشکده‌ها یا مکان‌های یا کاخ‌های پادشاهی در ایران باستان، سمبل آن را شیر می‌کشیدند که سمبلی از خورشید بوده است، و نیروهای خوب و نشان ماه و سمبل ماه که گاو بوده است و سمبلی بوده است از نشانهای بد و نیروهای اهریمنی. شما در تخت جمشید هم امروزه میبینید که اینها همچنان در حال شیر و گاو در حال نبرد با همان، که یک نگاه در واقع تمثیلی است از نبرد نیروهای نیک و بد. آتشکده آذرگوشسب مهمترین و بزرگترین مجموعه دینی و آیینی پیش از هجوم عرب‌ها در جهان است. این مجموعه از آنچنان ارزش و تقدسی برخوردار بوده که مردم ایران زمین بر این باور بودند که آتش منجنیق‌های دشمن در وی کارگر نبوده و همواره آتش آنها در دریاچه سرنگون می‌شده است. بازسازی رایانه ای آیین‌های دینی به اندیشه دکتر رضا حاضلی یا کی اشکان اردلان افشار نادری در این فیلم مستند جای گرفته است.
خوشلوش ربور مستاو یانیم آلو یانیم بچو یانیم شیوتنم مشانو زرتوش رهیم. پروردگارا با اندیشه پاک و دلی روشن به تو رو می آورم، تو را ستایش می کنم که سرآغازی و سرانجام، نخست بوده ای، هستی و خواهی بود. ای هستی بخش دانا، تو را نیایش می کنم و از تو می خواهم نیکندیشان و نیکوکاران و همه کسانی را که در راه راستی و سازندگی گام بر می دارند کامروا سازی. چه به راستی می دانم که نیایشی که از روی راستی و از جان و دل براید هیچگاه بدون پاسخ نخواهد ماند. ای اهورامزدا، تو را می ستایم که انسان را با نیروی اندیشه و گویایی به دیگر آفریده هایت برتری دادی و به او شهریاری بخشیدی تا هنجار آفرینش را پاسدار باشد.